دادگاه عالی لاهور صلاحیت احمد لدهیانو سرکرده ی سابق گروه تروریستی سپاه صحابه را برای شرکت در انتخابات تایید کرد. گزارش ها حاکیس به دلیل قرار گرفتن نام لدیانوی در لیست نظارت ویژه دولت پاکستان مسئولین انتخابات از ثبت نام او خودداری کرده بودند ولی با صدور حکم توسط دادگاه لاهور این تروریست شناخته شده می تواند به عنوان نامزده انتخاباتی از شهر جنگ در انتخابات شرکت کند. وکیل لدهیانوی مدعی شد مبکرش در هیچ پروندهی مجرم شناخته نشده و قرار گرفتن نامش در لیست نظارت ویژه کار درستی نبوده است از سوی دیگر این دادگاه صلاحیت مسرور نواز جنگوی فرزند تروریست مشهور پاکستان را نیز تایید کرده و او نیز میتواند در انتخابات آتی شرکت کند گفتنی سنی های تندره لشکر تیبه نیز با تشکیل یک حزب جدید به نام حزب ملی مسلم لیگ قصد شرکت در انتخابات را داشتند ولی موفق به این کار نشدند. گروه تروریستی سپاه صحابه که حدود پانزده سال قبل ممنوع الفعالیت شد در کشتار بسیاری از شیعان و افراد بیگناه دست داشته و سالها دست به حملات تروریستی زده است. این گروه پس از ممنوع الفعالیت شدن با نام اهل سنت و الجماعت به فعالیت ادامه داده و اینا که رئیس این حزب احمد لدهیانوی می باشد. ورود این تروریست های شناخته شده به عرصه سیاست در پاکستان می تواند خطراتی فراوان را به ویژه برای شیعیان مظلوم این کشور به همراه داشته باشد.